سلام، درس 32 رو شروع میکنیم با عنوان هالیدیز. خب در رابطه با مسافرت و تعطیلات و این موارد صحبت میکنیم. بخش اول Places to stay and types of holiday، جایی که میتونیم بمونیم و انواع مسافرت ها. Campsite، a place where you can pitch a tent or park a caravan. Campsite به یه جایی میگن، یه فضایی رو درست کردن که شما میتونیم یه چیکار کنیم، pitch a tent یا put up a tent، یه چادر بزنی و یا چیکار کنی، کاروانتو پارک کنی، خودروهای caravan، کاروانو توین پارک کنی اونجا. self catering flat یا self catering apartment، a flat which you rent you cook for yourself. در واقع یک آپارتمانی رو اجاره میکنید دیگه، باقی کارا با خودتونه دیگه، همه کارا آشپزی و اینا، فقط آپارتمان به شما اجاره میده. guest house، accommodation like a hotel but cheaper and with fewer services. ببخشید، guest house در واقع مهمانخانه است دیگه، جای شبیه به هتل، ارزونتر، خدماتش هم طبیعتاً کمتر. youth hostel، cheap accommodation mainly for young people with perhaps 10 or more people sleeping in bunk beds in one room. youth hostel، همونجوری که تو چند تا درس قبل پیش هم داشتیمش گفتم، در واقع شبیه به مهمانخانه هستند، جاهایی هستند که معمولاً جوانترها که سفر میکنن و میخوان ارزون باشه میرن و تو اتاقاش مثل اتاقای سربازی میمونه، بانک بدز داره، تختای دو طبقه و شما توی یه اتاق یه تخت بهتون اجاره میدن، این جوریه. و آشپزخونهش هم جداست، همه تو آشپزخونه آشپزی میکنن، یه حیاتی معمولا داره، این جوریه. این فرهنگ یوث هاستل در واقع چیزیه که اصلا برای تو ایران خیلی حالا جا افتاده نیست. این چیزیه که در اروپا، غرب، امریکا یا در استرالیا اینا انجام میدن. معمولا جوانترا به یه سنی که میرسن، مدرسهشون که تمام میشه شروع میکنن، یه دانشگاهشون تمام میشه شروع میکنن، یه یکی دو سالی چرخیدن چون وضعیت مالیشون اجازه میده، و برای ارزون تر سفر کردن میرن تو اینجور جاها، هیچ هایک میکنن، خلاصه تجربه اندوزی به واسطه سفره که خب سرکارشون هم به اینجور جاها، یوث هاستل زیاد میفته. package holiday، a holiday in which you pay for travel, accommodation and food, even occasionally excursions in advance. package holiday یعنی مسافرت کامل، اون چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم تور، یعنی شما کی میری، چطور میری، کجا اقامت میکنی، غذا چیه، اینا تقریبا همه مشخص، یه پکیج کامل گرفتی. میگه حتی برای چی؟ occasionally excursions. excursions تو درس قبلم داشتیم، به یه مسافرت کوتاهی میگن معمولا که شما برای تفریح میری نه برای کار و اینا. و این عبارت in advance هم یعنی جلو جلو، پیش پیش. cruise، a holiday spent touring or cruising on a boat, stopping off to go sightseeing and at different ports and پس cruise تو جلسه قبل داشتیم دیگه. cruise کلن به صورت فعل به حالتی میگن که کشتی در یک سرعت مشخصی با یک مسیر مشخصی به صورت اتومات حرکت میکنه. اما اگه شما کروز کنید، یعنی برید یک مسافرتی که حالت کروز داره، یه مسیر مشخصی رو توی این کشتی‌های معمولاً هم بزرگ، اصلا به همون کشتی‌ها هم خیلی وقتا میگن کشتی‌های کروز، در واقع اسمش لاینر هست، توی اونا میرید و این جاهای مختلف وای میسه، استاپینگ آف، جاهای مختلف وای میسه، شما پیاده میشید، میرید تو شهر یه دوری میذارید نگاه میکنید، برمیگردید دوباره میرید یه جای دیگه، اینجوری. و آخری ان ادونچر هالیدی، a holiday involving unusual, exciting and possibly dangerous activities suitable for adventurous people. adventure holiday در واقع مسافرت هیجان انگیزه، مسافرت ماجراجوییه، کارهای عجیب غریب، کارهای هیجان انگیز، یه وقتایی حتی خطرناک انجام میدن. برای کی خوبه؟ برای آدمای ماجراجو، adventurous people، کویر رفتن و دره رفتن و چون تو جنگل رفتن سه روز چادر زدن و اینجور کارا جزو ادونچر هالیدی به حساب میاد. اما بخش بعدی هالیدی مسیجز، خب پیامی که مثلا دوستا برای هم میفرستن، اینجا رو بخونیم. دیر زارا،
Having a wonderful, ببخشید, having a wonderful holiday. It's so nice to get away. To get away یعنی دور شدن. اصلا از اون محل زندگیتون دور شید برید یه جای دیگه برای اینکه یه استراحتی بکنید، یه آب و هوایی عوض کنید. We're staying at an amazing campsite up in the mountains. توی یک کمپسایتی هستیم، توی کمپی هستیم، بالا تو کوه. It's very remote یعنی خیلی دوره. یه جورایی میشه گفت دنج، البته دنج معنی دیگه داره، کلمه دیگه ای هست، ولی ریموت یعنی دوره، برای همین جای که آدم توش باشه نیست. And we had to drive up an unbelievably winding road to get here. میگه باید به سمت بالا رانندگی میکردیم توی جاده چی؟ Winding. Winding به جاده میگن که پرپیچ و خمه. But once we made it, وقتی رسیدیم, the views over the surrounding countryside made the terrifying drive worthwhile. میگه وقتی رسیدیم این بالا، این منظره ای که این هومه رو نشون میده، surrounding میشه هومه، اطراف. Surrounding countryside، این مناطق اطراف رو نشون میده. مسیر ترسناکی که اومدیم رو ارزشمند کرد. یعنی ارزش داشت ما این مسیر ترسناک کوه که پرپیچ و خم بوده بیان. I'm sending a photo of our camping spot. جا محل کمپینگ رو میگن کمپینگ سپات. اینجا ماست. اما بعدی میگه که Dear Nico, This is turning out to be probably the most memorable holiday I've ever had. Memorable یعنی بیاد ماندنی. Turning out معلوم شدن. میگه که اینجوری که معلومه این داره میشه بهترین یا در واقع خاطر انگیزترین سفری که من تا حالا داشتم. The town is absolutely fascinating. فوق‌العاده بسیار زیبا و جذاب. With lots of very impressive buildings. Impressive یعنی تاثیرگذار. شما می‌بینید تحت تاثیر قرار می‌گیری انقدر. حالا یا بزرگه یا جذابه یا زیباست، هر چیزی. Our hotel is delightful. Delightful یعنی چیزی که به دل آدم میشینه، خیلی خوبه. به این حالت. If a little inconvenient from the transport point of view. Inconvenient یعنی یه چیزی که خیلی دسترسی مناسبی نداره. اگه در رابطه با یک مکان صحبت کنیم، دسترسیش خوب نیست. یه کمکی به لحاظ حمل و نقل from the transport point of view. یعنی از لحاظ حمل و نقل خیلی دسترسی خوبی نداره. And if the food in this area ببخشید if نداشت and the food in this area is exceptional. Exceptional یعنی استثنایی، خیلی عالی. یه غذا توی این منطقه بی نظیر، حرف نداره. These are some of the old buildings in the town. Wish you were here too. که اینم عکس انداخته که به نظر میاد ساختمون وستمینستر هست در محله وستمینستر لندن. شبیه، حالا نمیدونم. فرانچسکا اسمش همین بود. اما بیایم پایین. holiday brochures، بروشورهایی که برای سفر و اینجور چیزا میدن، توشون چیا مینویسن؟ این کلمات رو میگه. these are often written in quite exaggerated language، یعنی خیلی اغراق‌آمیز صحبت میکنن این بروشورها، طبیعی هم است. here are some typical adjectives with nouns that they collocate with. خب این کلمات رو میگه با اضافه یه سری کلمات دیگه که باهاشون کالکیت میشه. اولی breathtaking views. breathtaking یعنی انقدر زیباست که آدم نفسش حبس میکنه. اینجا هم گفته stunning هم به همین حالته. stunning هم یعنی فوق‌العاده زیبا. باز میبینید کلمات مختلف اینجا بوده. magnificent. magnificent یعنی باشکوه. همه اینا تقریبا میبینید همشون یه حالتن دیگه. breathtaking views یا scenery، مناظر فوق‌العاده، و یا pieces که به پیست اسکی میگه. exclusive یعنی اختصاصی، یا آدمای خاصی که تعداد خاصی میتونن بهش دسترسی داشته باشن. exclusive access دسترسی اختصاصی. exclusive club، exclusive shops. exhilarating یعنی یه حالتی داره که اصلا شما
هیجان میگیرته، پر از انرژی میشی وقتی باش برخورد میکنی. مثلا exhilarating feeling یه حس این شکلی، exhilarating ride مثلا یک سفری رو میرید یا مثلا یک ماشین سواری انجام میدی در یه منطقه‌ای که فوق العاده است، همچین حسی میده. exotic beauty، exotic charm و exotic location. exotic یعنی قشنگ، اما بیشتر اشاره داره به یک چیزی که خارجیه. ببینید اینجا معنیشو گفته unusual and more exciting than your everyday reality. تقریبا داره درست میگه، ولی درست ترش اینه که exotic رو ما به یه چیزی میگیم که معمولا خارجیه. مثلا اگه من ایرانی صحبت کنم یعنی یه چیزی که ایرانی نیست، یا انگلیسی وقتی صحبت میکنه یعنی یه چیزی که انگلیسی نیست. exotic beauty مثلا شما میتونی به یک ماشین، مثلا شما یه انگلیسی میتونی به یک ماشین ایتالیایی بگی واه exotic beauty، هم چین چیزی رو بهش اشاره کنه. میگم معمولا اشاره به یک چیزی خارجی داره، یه چیزی که خیلی کم میبینید. exotic charm، exotic location. glamorous، glamorous هم به معانی مشابه stunning و magnificent داره، خیلی خیلی زیبا و جذاب. glamorous surroundings، glamorous film star، glamorous hotel. این کالوکیشن هاشو سعی کنید یاد بگیرید. luxurious، دقت کنید که این کلمه یا با ش تلفظ میشه یا با ژ، اصلا چ نداریم. luxury، luxurious نداریم. luxurious، luxurious یعنی فوق العاده لوکس و خیلی با کلاس و راحت و اینا. luxurious cruise ship، luxurious accommodation، luxurious lifestyle. picturesque، این هم به معنی بسیار زیبا هست، یعنی انقدر زیباست که انگار مثلا تو پوستره، یه همچین حالتی. اینجا هم گفته as pretty as a picture. picturesque streets، picturesque villages، picturesque cottage. unspoiled، unspoiled یعنی که دست نخورده است، یه جایی که هنوز آدمیزاد نرفته گند بزنه توش، خرابش نکرده. unspoiled charm، unspoiled village، unspoiled woodland. و unique هم یعنی منحصر به فرد. unique opportunity، unique charm، unique facilities. خب اینا رو سعی کنید که هر کدومش رو جدا جدا براش یه مثال بنویسید. اگه پیدا نمی‌کنید توی سایت sentence stack میتونید اینا رو سرچ کنید، اونجا در بیارید و با تو مثال مرورش کنید. درس بسیار مهمی است و کلی هم از این ادجکتیو ها برای توصیف تقریبا تو هر زمینه ای شما لازم داشته باشید در مورد یه چیزی خوب توصیف کنید، ممکنه اینا به کارتون بیاد. تمرین ها در صفحه بعد رو فراموش نکنید و سوالی هم اگر داشتید توی بخش کامنت ها میتونید مطرح کنید. تا جلسه بعد.